آغاز سفرهای منطقه‌ای خلیلزاد در آستانه یک سال شدن توافقنامه طالبان با آمریکا. همزمان با یک سال شدن توافقنامه آمریکا با طالبان، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، پس از تایید دوباره او در این سمت از سوی حکومت جدید آمریکا، نخستین سفرهای منطقه‌ای خود را آغاز کرده است. او امروز به کابل آمده و با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی درباره مذاکرات صلح، بازنگری توافقنامه صلح دوحه از سوی حکومت تازه آمریکا، تسریع روند مذاکرات صلح، دور دوم مذاکرات میان افغانان در دوحه، کاهش خشونت‌ها، راه‌های پیشرفت در مذاکرات صلح و دستیافتن به صلح همیشگی در افغانستان بحث و گفتگو کرده است. اما اینکه خلیلزاد به دنبال چیست و آیا حکومت جدید آمریکا موفق خواهد شد تا طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا در افغانستان را از راه مذاکرات به پایان برساند؟ من رازقیار هستم و مهمانان شریک در بحث با من آقایان بشیر احمد بیژن، آگاه امور سیاسی، امام محمد وریماج، رئیس مرکز مطالعات دموکراسی افغانستان و طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی از سوئیس در برنامه با ما وصل هستند. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای فرهادی، فکر میکنین خلیلزاد به چه هدف به کابل آمده؟ سلام و احترام به شما میرسونم آقای رازقیار و به آقای وریماج و آقای بیژن و بینندگان گرامی ما. به مو هدف سابق خود، در حقیقت اگر به صورت عمده ببینیم، سیاست آمریکا تغییر نکرده. قبلا هم میخواست خارج شوه و این جنگ به یک شکل تمام شوه، اول برای خودشان، بعد از او یک ترتیبی بگیرن که برای افغانا هم تمام شوه. و قرارداد دوهیشان زیادتر قسمی که دیدیم برازی بود که جنگ خودشان چطور تمام شوه همراه طالبا، و بعد از او کوشش های از اینا قبل از اینکه بایدن به همی بوده که افغان ها بین هم بشینن و همراه طالبان مصالحه کنن، و بعد از اینکه بایدن بیایه وزیر خارجه امریکا، وزیر دفاع امریکا و خود جو بایدن گفته که تمرکز ما به مذاکرات است. یعنی که هیچ رای جنگی را پیش نگرفته امریکا، دیگر اینا علاقه ندارن همراه طالبان هم جنگ کنن و همراه هیچ کس جنگ کنند در اینجا، و تنها اگر تروریسم بین المللی که فرقش از تروریسم داخلی یک فرق داره بر از اینا، تروریسم بین المللی اگر باشه اونا عمل میکنن، اگر نی امو پروگرام سابقشان است که در حقیقت سر حکومت فشار میارن که باید شما همراه طالبان مصالحه کنید. اما برداشت ها در گذشته قسم بوده آقای فرهادی، در گذشته برداشت قسم میشد که آمریکایی ها میخوان سربازانشان بیرون کنن از افغانستانی که چی میشه در افغانستان برشان زیاد مهم نبود. فکر میکنین امی پروسر هنوز هم دنبال میکنه با مو شکل؟ خب امریکایی ها میخواین که وقتی که سربازانشان خارج میشه، اگر خارج میشه 6 ماه پسانتر یا هر وقتی که هست، افغانستان یک افغانستان مستقر باشه و یک افغانستان باشه که مردم دشمن امریکا نشده اونجا. و دلیل شامی است که از نگاه تاریخ باید برای خود یک چیز، یک صفحه خوب هم نشته کنن که باز این خوب خلاص شد. حضور ما دو دهه در یعنی به خود باید تشریح بدن که ما رفتیم تروریسم بود، تروریسم از بین رفت، حالا خوب خلاص شد، یک حکومتی هم هست که نسبتاً با ما رابط خوب داره. تشکر. آقای بیژن، برداشت شما چی است؟ خلیلزاد پس از اینکه تایید میشه در سمتش باقی میمانه از طرف حکومت جدید آمریکا، نخستین سفرش به کابل میداشته باشه. فکر میکنین چی چیز پایش کشانده به کابل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام برای شما جناب فرهادی، دوست عزیز ما جناب وریماج، و همچنان سلام بر مردم نجیب افغانستان. اولا خب بسیار متاسف هستم از ادامه ماموریت آقای خلیلزاد در این سمت. به چه دلیل؟ خب دلایل متعدد است، زیاد طولانی بحث نمی کنیم، ولی آقای خلیلزاد به عنوان یک چهره پرسش برانگیز از ابتدای ماموریتش در افغانستان به عنوان سفیر و بعد به عنوان نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور آمریکا در افغانستان با پرسش ها و با سویزن ها و شک و تردید های مواجه بوده، و برای از او یک بحث بین نیاز به یک بحث پرنسیپی است. این آقای خلیلزاد
در دوره های ماموریتش در افغانستان هیچ وقت نه به عنوان یک افغانی الاصل و نه به عنوان یک امریکایی عمل کردش در آنچه که مثلا امریکا در افغانستان تعهد سپرده بود و بر مبنای او تعهد وارد افغانستان شد با همپیمانانش یا با شریکایش در چوکات ناتو، به هیچ کدام از اونا اینا نتانستن که به گونه شفاف، به گونه مؤثر بپردازن. همین که گفتیم این چهره چندان دلچسب در نزد مردم افغانستان نیست، دلایل بسیار متعدد است. منطب آنچه برمیگرده بر پرسش شما که چرا به افغانستان آمد، بسیار زیاد طبیعی است آجندا یا پروگرام مرتبط با موضوع قطر ایجاب میکنه که اینها همیشه در رفت آمد باشن، نه تنها در افغانستان، کشورهای دیگه هم در سطح منطقه و فراتر از منطقه ما شاید رفت آمدهایشان بودیم و در آینده هم خواهیم بود. اما ای به این معنا نیست که این رفت آمدها پیامدهایش بسیار میمنتبار باشه برای مردم افغانستان. در قضیه قطر هم متاسفانه نقش آقای خلیلزاد جدا مشکوک است، برای که در قضیه قطر تا این لحظه که من در خدمت شما هستم بر اثر تلاش های آقای خلیلزاد بیشترین امتیازاتی که نباید متعلق میشد به جانب مقابل و طالبا تعلق گرفت، بیشترین امتیازات، یعنی با نقش آقای خلیلزاد باعث شده که امتیازات داده شد. هیچ شکی وجود نداره، هیچ شکی وجود نداره. آقای خلیلزاد من احساس میکنم بر علاوه پروژه یا برنامه را که از امریکا با خود عمل میکنه چیزهایی را در ذهن خودش هم داشته، یعنی یک پروژه و برنامه شخصی را هم دنبال میکنه. من کاملا برای امر معتقد هستم، یعنی رهایی 6000 طالب نهایت مایوس کننده است. ما مخالف رهاییشان نیستیم، اما او مراحلش باید مد نظر گرفته میشد که اینها در کدام مرحله باید رها میشد. ببینید در مورد نقش خلیلزاد حتما در لابلای برنامه صحبت خواهیم کرد، ولی برداشت شما چی است آقای وریماچ؟ فکر میکنین با آغاز این سفرها یک تغییر مهم در پروسه صلح افغانستان خواهد آمد؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و جناب بیژن صاحب و جناب فرهادی صاحب و تمام بیننده های گرامی. تفاهم نامه صلح دوحه میان امریکا و طالبا یک برنامه آنی و یک طرح زود هنگام نیست. در امریکا معمولا پالیسی سازا و نهادهایی که در این موارد مسئولیت دارند که برنامه ها را طرح‌ریزی بکنن و به حساب بعض پروژه ها را اینا دیزاین بکنن و بر ازوا شروع برنامه و ختم برنامه و نتایجش از قبل پیش بینی شده می باشه. بناهن روند صلح یا صحبت های صلح در قطر هم یک چیز آنی نیست، یعنی از قبل به حساب طرح‌ریزی شده بود و بنان چی در دوران، اگر شاید دوران آقای ترامپ یک مقدار عجله خیلی داشت چون که انتخابات در پیش روی داشت و این برنامه هر حکومت دیگه هم که بین اینا ادامه پیدا میکنن. برداشت ما این است که ماموریت های امریکا در افغانستان یا در سیاست در سطح منطقه ممکن که یک مقدار تغییر بکنه و بحث افغانستان یک مقدار به حساب سبک میشه. سبک به این معنی که از حالت خیلی جنگی و از حالت خیلی رقابت های گپا اینا به یک حالت نسبی میرسه. یعنی به این معنی دلیل؟ خب دلیل همی هست که برنامه‌ای را که داشتن ممکن که بیشترش به اجرا گذاشته شده، مخصوصا در بخش موارد امنیتی را که اونا مطرح میکردن. امروز ظرفیت نیروهای امنیتی افغانستان مخصوصا اردو و استخبارات آنقدر ظرفیت سازی شده که با حضور بسیار
اندکشان میتونن که وضعیت مدیریت بکنه. به این معنی که در سطح به حساب در جامعه یا در سطح در گراوند به حساب نیروهای افغانستان مخصوصا قوای خاص اینا دستاورد فوق العاده ای را دارن. خب دیگه درست این بحث در کل است این که در آینده این چنین خواهد شد، ولی با این سفر فکر میکنین که یک تغییر میآید یا نمیآید در روند؟ خب دقیقا این سفر پیامای ویژه خود هم داره. مثلا چی؟ مثلا تعهد دولت جدید بایدن که همانا تعقیب انمی روند صلح است، بنان به یک نحوی این پروژه به پای اکمال برسه و طالبا به یک نحوی وارد سیستم و نظام شوند و افغانستان شاهد یک امنیت 70% باشه و موارد دیگه باشه که برنامه‌ای که در اقتصادی و سیاسی در سطح افغانستان منطقه شروع میشه و چیزهای دیگه خود. خیلی سپاسگزار. وقفه کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدین. آقای فرهادی، حکومت افغانستان بالای خلیلزاد چندان باور نداره. شما دیدین بارها جنجال شده، حتی امرالله صالح گفته که توافقنامه را که آقای خلیلزاد با طالبان امضا کرده برش به اندازه دو برگ توت هم ارزش نداره. در کنار از شما شک آقای بیژن را هم دیدین، فکر میکنین اگر به امی منوال وضعیت ادامه پیدا بکنه مشکل نخواد بود بی که آقای خلیلزاد ماموریتش به شکل درستش به اتمام برساند؟ خب اگر یک قدم معقب بریم، حکومت افغانستان بسیار کوشش کرد که خلیلزاد تبدیل شود و اما اون نماینده امریکاست، چی خلیلزاد چی یک نفر دیگر، حال ما با اگر بر قدرت سر و کار داریم، اونا خودشان تصمیم خود میگیرن که نمایندهشان کی هست. ما میتونیم حرفهای خود بزنیم، برگ توت و یا ایست که یک چیز سازنده تر بگوییم. بهتر است که ما در این وقت یک حالت را برمیان نبیاریم که هم از امریکا بسیار چیزها میخواییم هم دشمنی را کشان مارداریم. یکیش انتخاب کنیم. امریکایی ها بسیار مثل کمپیوتر واره، یا صفر یا یک خوش دارن، بسیار جنجال امرایشان نکنیم. اگر می خواهیم که امرای ما کمک اقتصادی کنن، اگر می خواهیم که امرای ما همگرایی کنن در مقابل طالبان، گرچه که جنگ امریکا امرای طالبان خلاص شده، مایده بسته کردن، از مایده خودم خوش هستن، طالبان هم سرشان فیرم نکردن، درست؟ اگر میخواییم که امریکا در آینده برای ما چیزهای بده، چرا حال ما در این وقت سر از تو یک مسئله یک شخصیت روابط خود با امریکا خراب کنیم؟ ولی خب چه قیمتی را باید بپردازد افغان ها؟ شما صحبت های آقای بیژن را هم شنیدین، اینا گفتن که در پروسه قطر هم آقای خلیلزاد مشکوک هستند، به طالباب امتیاز بیشتر داده تا گفتن که یک پروژه شخصی را هم دنبال میکنن در روند صلح افغانستان. حکومت هم از موائل مشکل داشته با آقای خلیلزاد. شما دیدین آقای موهب در آمریکا صحبت هایشان در اون سالهای نخست یا صحبت های کالمش از طرف حکومت افغانستان، آخرین مورد دارم که آقای خلیلزاد به کابل آمده بود بار پیش، رئیس جمهور با او ندید. خب ببینین ای بحث چی فایده؟ چی فایده ای بحث؟ به خاطر که خلیلزاد امروز نماینده امریکا است و ای رو ما میفهمیم که خودش تنها نیست، نمایندگی میکنه از خود امریکا و یک معاون نوام داره و خلیلزاد باز در کابل امرای کسایی است که بسیار رابط خوب هم داره. امرای دکتر عبدالله اون به شتاب رفته، یکی دیگر به آغوش کشیدن، امرای آقای کرزایی رابط خوب داره، امرای دیگران. یعنی بهتر است که ما وقت خود سرازی بگذرانیم که از این حالت فعلی چی امتیاز بکشیم بر افغانستان، بر مردم افغانستان و بر از اینکه خشونت در افغانستان ختم شود. سوال اصلی ای است که آیا ما میخواهیم با طالبان صلح کنیم یا نه. اگر شما ارگ معاون اوله یا مشاور امنیت ملی رو بشنوین، امروز هم که طالبان حاضر هستن که تیشه رو بگیرن، اما دنیا میگه که حال ما میریم جنگتان داخلی است، اگر جنگ میکنین بکنین، اگر نه ما یک چند وقت دیگه هم هستیم که با یک تضمین بین شما مردم صلح کنیم. مجبور هستیم. این همی طالبا 80,000 نفر از کلش پاکستانی نیست، ما شما میفهمیم. حال اینا رو بکشیم از افغانستان، یعنی هیچ ملک دیگه قبول نداره، این همه ملکشان است. مجبور هستیم که ما کسشان کوتا بیاییم، جور بیاییم و باید که ما
انعطاف و خرج بدیم و اقلا طالبان خشونت یاد دارن ما از تعقل استفاده کنیم یا آقای فرهادی، بحث تعقل بسیار خوب است که شما میگین، اما آقای خلیلزاد آمد از موقف حکومت افغانستان معامله کرده با طالبان. شما مثلا مسئله حکومت جدید اسلامی را میبینین، خوبی صلاحیت را کی داده به آقای خلیلزاد؟ یا موارد مهم دیگری که اشاره شده در توافقنامه، رهایی 5000 زندانی را دیدین جبران بالای حکومت افغانستان رها شد، نتیجه را دیدین برعکس شد، رفتن حکومت افغانستان داعشی است دوباره به میدانهای جنگ و جنگ بیشتر شد. حالا اگر این قسم ادامه داشته باشه فکر نمیکنین بازو امارت حاکم خواهد شد بالای مردم افغانستان؟ باید نمانیم که امارت حاکم شود، باید است که از هر لحظه استفاده کنیم که منطق استفاده کنیم که طالبان یک قسمتی از قدرت بگیرن اما نظام ما سیستم ما بر جای مانه. اما ایران فراموش نکنیم که در افغانستان در دو دهه اخیر یک نظامی بوده که یک حکومتی بوده که با مصرف خارج بوده، تیل موترش را میده، پیسه تلفنش را میده، معاشش را میده، اجزه رقم گوشش را میده. وقتی که تصمیم میگیره که برش تصمیم میگیره که نال جنگ خلاص شد، این دشمن سابق نال امرایش سلحکو صاحب کار اونم امریکا بود، حالا کسی فراموش کرده ای گپه که صاحب کار امریکا بود. این خوب کلش خوب چی بود که خال جمهوریت و ای گپه این تمام هم تمثیلش بود، اما مصرف همیال هم 3/4 بودجه افغانستان از خارج میاید و اگر امریکا بوید دیگه کس نده دیگه هم نمیده. همیال قوای نظامی تجهیزاتش ما ضرورت داریم به امریکا. امیال یک راپور برآمده که اگر امریکا کاملا بره یک مباد قوای هوایی افغانستان تیرار پرواز داده نمیتونه به خاطر که به کمک مشاوری میشد و بازبینی تیاره ها پیش از ما. خب شاید خودشان هم قسم امریکایی هم قسم خواستن، از امریکایی ها کس دعوت نکرده بود، اونا بودن که پشت اسامه آمدن دیگه. حالا فکر نمیکنین مجبور هستن باید تحمل بکنن این وضعیت را؟ ایره درست میگن که امریکا برای منافع خود آمدن پشت اسامه، اسامه هم در افغانستان پیدا نشد، چند سال بعد در پاکستان پیدا شد. اما در سیاست خارجی بسیار منافع خود از اونا مهمتر است. ما منافع خود باید با منطق دفاع کنیم، از شکایت بگذاریم، حال ما وقت شکایت نداریم، حال ما ببینیم که از این حالت چطور استفاده کنیم که برای افغانستان بهتر شود. تشکر. آقای بیژن، آقای فرادی میگن باید از شکایت بگذریم، از اینکه آقای خلیلزاد چگونه یک شخص چی میکنه، باید به دنبال منافع خود افغان ها باشه. در کنار از این فکر میکنین آقای خلیلزاد چی ویژگی را داره برای آمریکایی ها که با یک حکومت افغانستان هم مخالفش است، شما هم مخالفت کردین، یک شما را سیاسیون دیگه هم میگن که مشکوک است ماموریت آقای خلیلزاد، هنوز هم حفظش کردن؟ اولا اجازه بدین یک تفکیک بگویم که مخالفت ما با آقای خلیلزاد و مخالفت حکومتی ها و آقای خلیلزاد متفاوت است. اونا اعتراض دارن که این حضورشان، حضور غیر قانونیشان در قدرت خاتمه پیدا میکنه با عمل کرده آقای خلیلزاد. و آنچه که من نگران بودیم و نگران هستم بحث مردم افغانستان است. ما به او خاطر و مخالفت ما با آقای خلیلزاد گپی جدید نیست، از اون زمانی که ایشان سفیر بودن خودشان این گپ می دانن به وضاحت. اما خودمون مشترک شده دیگه. اما ما خب سیاست متفاوت نه بلد. سیاست یک منطقشی است که در یک مرحله شما مشترکات را احساس کرده میتونین، مثل که ما کاندیدای ریاست جمهوری بودیم، پس انتخابات مطرح شد، شورای کاندیدا تشکیل شد، شما دیدین کاندیدایی که از لحاظ فکری، از لحاظ سیاسی، از لحاظ عقیدتی بسیار زیاد از هم دیگر متفاوت بودن دور یک میز ششتیم. آقای حکمتیار بود، ما بودیم، آقای اطمر بود، آقای احمد ولی خان مسعود، آقای تورسن و از به تعداد زیادی که تفاوت‌های مشخصی بینشون بود. خب ما اگر موازی مشترک پیدا میکنیم منطقش اینجا است. اما اگر آقای خلیلزاد در از جانب امریکا و افغانستان معرفی نمیشد در اون مرحله، ما فرصت‌های را داشتیم که به طرف همبستگی واقعی مردم افغانستان حرکت بکنیم. در کدام مرحله؟ در مرحله پس از نابودی یا سرکوب حاکمیت طالبان. پس از بسیار زیاد. یعنی
فاصله چرا در میان اقوام مذهب افغانستان چاق شد؟ چرا نفاق افغان ها عرض وجود کردن؟ چرا؟ یک بخش از اینا رابطه داره با ماموریت این آقا در سمت به عنوان نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور، که در حقیقت در اون زمان رئیس جمهور افغانستان هم یه آقا بود. آقای کرزی هنوز هنوز اونقدر چالاکی ها رو یاد نگرفته بود که اینو میتونستن بازی بکنن. خب بحث منافعی است، چرا آقای خلیلزاد بخواه یک نقش منفی رو بازی بکنه؟ پس از وقفه پاسخ بدین آقای بجن. وقفه کوتاه. به ادامه برنامه خوش آمدین، بفرمایید آقای بجن. البته پرسش تنها نزد شما نیه، در سطح جهان این پرسش مطرح است. موضوع افغانستان بار حیثیتی پیدا کرده برای امریکا. ما با امریکایی ها در صحبت های مستقیمی که داشتیم در سطوح مختلفشان گفتیم که اگر شما در قضیه افغانستان با یک تغییر روی کرد و عمل کرد وارد نشین، مطمئن باشین که با گذشت هر روز از لحاظ حیثیتی شما کردیت از دست میتین. ای که امریکا به عنوان یک کشور با عظمت و مدنی و نظامی و سیاسی و مقتدر دنیا هست دلایل خودش داره. اما اگر ای شک و تردیدها در محافل بین المللی به آدرس امریکا افزوده میشه، دیگه باز برای امریکا او جایگاه باقی نمیمانه. حالا ما در یک وضعیت پارادوکسی قرار داریم. متاسفانه ما تا هنوز نمیدانیم که امریکا با رفتارهای سنتیش، یعنی که بحران سازی کو تا به اهداف استراتژیک برسی، کاری را که تا امروز در افغانستان کرده امیر ادامه میده، یا با یک مقدار عقلانیت و خردورزی نگاه میکنه که ما وارد قرن 21 شدیم، رفتارهای سنتی باید کنار گذاشته شوند، اهداف استراتژیک تا ما رد نمی کنیم، اما گزینه برای از او باید رفتارهای مدنی باشه. ما نمی دانیم، در یک وضعیت بلا تکلیفی قرار داریم. امریکا بس قطر در انحصار خود گرفته، این خودش شک برانگیز است. چرا؟ به چی دلیل؟ مگر صلح افغانستان رابطه مستقیم با امریکا داره؟ هیچ منطقی نیست. مثلا همه کشورهای در سطح منطقه و فرامنطقه که در قضایا در جنگ افغانستان سهیم بودن باید در قطر در کنار امریکا حضور می داشتن. چرا امریکا باید این برنامه را در این سار خود بگیره؟ شما دیدین اساسیت های منطقه ای را ایران اساسیت نشان داد، روسیه اساسیت نشان داد و بس کشورهای خرد و بزرگ دیگه هم به همین شکل واکنش هایشان چندان مثبت نبود نسبت به قضیه قطر. این طرف حکومت افغانستان یک سر سوزن تمایل برای سر نشان نمیده، همیش دروغ است، همیش رفت تحمیل میشه بالای حکومت افغانستان. اصلا ما در سیمای سران حکومت برعکس ترس بسیار جدی را از آمدن صلح میبینم. اینا هر کدام از اینا ده ها پرونده دارن پیش مردم افغانستان. مگر این کشور در 20 سال پسین چگونه تاراج شد؟ کیها افغانستان به نام فاسدترین کشور در دنیا معرفی کردن؟ اینها بودن. اما فکر نمیکنم محاکمه در انتظارشان است. اگه صلح هم بیای که اینا محاکمه شون. اصل قصه نه، یکی از چیزایی که من اطلاع دارم، البته یکی از ماده هایی که باید عملی شوه او پایان امی دیکتاتوری کنونی هست، حکومت عبوری یا موقتی است که برای از یک میکانیزم ما طراح نخستین ایجاد حکومت موقت در افغانستان هستیم. این طرح را ما در زمان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری مطرح کردیم. ولی حال کی میکانیزمش هم گفتیم؟ بله، این طرح حکومت موقت را کی ساخت؟ آمریکایی ها. چنین وانمود میشه که برخی از کشورهای مقتدر که در قضایای افغانستان دخالت دارن، بالاخره به این نتیجه رسیدن که با حکومتی موجود که در رأس از او آقایان غنی و عبدالله و این آن است با این صلح نمیشه. پس تحمیل میشه او طرح. فکر نمیکنین که باز یک طرح تحمیلی نمیتونه که صلح را تحمیل کنه؟ طرح تحمیلی نیست. آخر بس حکومت موقت مگر یک بس واهیق و یک بس شما در کشورهای ما این
فرمول های سیاسی را ما در خیلی از کشورها تجربه کردیم. این حرف را ساده فکر نکنین. رئیس جمهور میگه تا زنده است اجازه نمیده که حکومت محقق ایجاد شد. خب از روز اول سلطنت اعدام کرد. خب باز به ایدای از این خب نمیشه. ایجا خب مردم افغانستان، ایجا جامعه جهانی اینها باید تصمیم بگیرن. خب نشد دیگه. جامعه جهانی چرا بالای سرنوشت مردم افغانستان تصمیم بگیره؟ مگر ما مردم زنده نیست؟ یک سلسله اصولمندی های وجود داره. شما هم این مرجعی را به نام سازمان ملل متحد که میشناسین، این مرجع در خصوص کشورهای دارای چالش مکلفیت داره. این مرجع میتونه مداخله بکنه. در 40 سال گذشته هر روز افغان ها مردن، اینها کوچکترین کار را نکرده برای از اینکه خونریزی متوقف شد. حالا بیا یک طرح تحمیلی که حکومت افغانستان راضی نبود. حالا هم طرحهای تحمیلی داشتن، مگر امیر رئیس های جمهوری را تحمیل بالای ما تحمیل نکردن. خب نتیجه چی بوده؟ منفی بوده. خب صحیح است. خب امیر روند دیدم نتیجه منفی را باز تحمیل بود. نه، بازو فرق میکنه. برای از اینکه در بحث حکومت موقت یا حکومت عبوری، سازمان های بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد مستقیما مسئولیت خواهد داشت. خیلی سپاسگزار آقای وری. ما دو تا مسئله، یکی که شما هم واقعا بالای عمل کرد و کار آقای خلیلزاد شک دارید. در کنار از شما گفتین که صلحی که جریان داره بالاخره 70% امنیت را تامین خواهد کرد در افغانستان. چرا 70%؟ ببینید، ما دیدگاه ما متفاوت است، یعنی خیلی فرد محور نیست. خب خلیلزاد یک متولد افغانستان است و بعد رفته تابعیت امریکا را گرفته و به صفت یک امریکایی ماموریت های بسیار متعدد را انجام داده و می آخرین ماموریتش هم که در حال حاضر جریان داره، شاید مطالعاتش نظر به دیگه امریکایی ها شاید قوی باشه و بیشتر باشه، چون که در یک کشور به دنیا آمده و به این خاطر هم به می سمت این شخص گماشته شده و شاید که کسایی که خیلی راضی هم نباشن ممکن که مطالعات عمیق از یادم از وضعیت جاری و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی مخصوصا نظامی افغانستان بوده باشه و برای ما در کل طرف های دخیل مهم هستن. فرض مثال امریکا یک از بازیگر اصلی روند صلح افغانستان است و در حدود 40 سال است در قضایای افغانستان مستقیم و غیر مستقیم دست داره و افغانستان به خاطر تامین منافع امریکا خیلی قربانی ها را داده و حتی امروز هم افغانستان قربانی میده. من به صفت یک شهروند خواست ما از امریکا همی است که انمی قربانی را که افغانستان به خاطر تامین منافع شما داده اینا را فراموش نکنین و امی رابط دوستی که از مدت 14 همیشه البته از جنگ مبارزه با کمونیسم که مجاهدین مستقیما حمایت میشن از طرف امریکایی ها، اینا نباید از فراموش بکنن و در چنین شرایط افغان ها را تنها نگذارن و یک صلح خوب درست را در یک کشور تامین بکنن و بعد از اون مملکت ترک بکنن، نگذارن که باز صلح خوب تحقق پیدا نمیکنه. شما شک دارین؟ بله. میگن 70% امنیت تامین میشه در افغانستان. خب 100% این بحث 70% همی هست که یک تهدید دیگه در سطح منطقه مخصوصا بر افغانستان متوجه است به نام داعش. ضعیف است تا نمیتونه بالاخره که خب دیده شوه که ضعیف است یا قوی است، ولی مطالعات ما است که علم ما طور میگه که پروژه طالبا در افغانستان دیگه به پایین رسیده و در هر حالتش امتو که دیگر آمدن صلح کردن باید از طالبا هم وارد صلح شوند، چرا دیگه بودجه ای نیست که باز در آینده روند طالبا را حمایه بکنن و داعش چاق میشه. بعد از او داعش هم ممکن که چاق بکنن یا ایست که به یک نحوی خواهد بود و او بستگی داره برای درایت کلان سیاسی رهبرای افغانستان که چگونه وضعیت مدیریت میکنن. یک سلسله مطالعاتی حرف را میگین، چون شما یک نهاد دارین در این بخش ها تحقیق میکنین، کی است در رقب اینها؟ در رقب طالب و در رقب داعش؟ ببینید در افغانستان 14 هست جنگ جریان داره. استخبارات جهان و مخصوصا منطقه در قضای افغانستان دخیل بودن. نه، این کلی گویی است. و ببینید نه، ولی منطقه که وقتی که میگم بسیار واضح هست، کشورهای منطقه کلی حضور دارن. مثلا کی؟ مثلا پاکستان، مثلا ایران، مثلا روسیه، مثلا هند، مثلا چین.
اینا کشورای اینا کسایی هستند که بازیگرای اصلی در سطح منطقه هستند. مثلا شما رب از این کشورها از حضور داعش در افغانستان نگران هستند، مثل روسیه، مثل ایران یا هند یا شمار کشورهای دیگر. درست است که کسایی که اینا نگران هستند، ولی در ضمنش کسایی هستند که از داعش هم حمایت میکنند. خیلی ها از که همگی فرض مثال از داعش نگران نیست، از طالبان خیلی ها نگران هستند، ولی تا دیروز نگران بودم و امروز در بسیار جاها سفر میکنن و میرقم بعضی کشورها از داعش هم حمایت میکنن، حتی ساختن داعش جعلی را ساختن، در حال ساختن هستند به خاطر تهدید کشورهای مخصوصا افغانستان و در منطقه. و این برداشت ما هست و این بستگی داره که رهبران سیاسی ما در یک سیاست کلان چگونه میتونن منافع ملی افغانستان را تامین بکنن. اگر ما سیاست ما فرد محوری و گروه محوری باشه و همون تو مصروف سیاست های زدوبند های موضوعات قومی و زبانی و سمتی و گروهی و وابستگی های دوستی با کشورهای دیگر ایره ادامه بدیم، دقیقا که نقش داعش بسیار برازنده خواهد بود و به خاطر مدیریت بعض قضایا کسایی دارد تمیل خواهد کرد. اگر نه ما با آمدن این صلح وارد یک بحث جدید شویم و طالب هم قبول بکنه من حیث یک اولاد وطن حق داره همینجا زندگی بکنه و به شکل مسالمت‌آمیز و حکومت مرکزی در کل سیاستمدارای ما به یک نتیجه واحد برسن، باز ما میتونیم با داعش هم مبارزه بکنیم، به یک سلسله موضوعات دیگه هم که تهدیدهای موجود است که ما مبارزه بکنیم و امنیت خوب را داشته باشیم. اما اگر طالب آمده نیست، باز اونها تعهد کردن با آمریکایی ها که مبارزه میکنن با داعش، عملیات هم داشتن اینها در ولایت های شرقی کشور در برابر داعش. خب در حال حاضر چنینی هست که باید از داعش در افغانستان جای پای داشته باشه. تشکر. خیلی سپاسگزارم. من برمیگردیم. وقفه کوتاه. به ادامه برنامه خوش آمدین. آقای فرهادی، من میخوام یک نکته را فشرده اشاره بکنین، باز بعدن سوالای بعدی را میخوام مطرح بکنم. شما هم فکر نمیکنین که آقای خلیلزاد پروسه صلح افغانستان را پیچیده ساخته؟ به این معنا شما در نخست دیدین چندین ماه گفتگوهای بین الافغانی به خاطر رهایی 5000 زندانی بالاخره به تعویق افتید و اوج حکومت افغانستان یک منطق کلان هم داشت که چرا رها بکنه 5000 قاتل مردم افغانستان را. فکر کنین یک نفر را اینا کشته باشن، 5000 نفر را قاتلایشان آزاد میگرده و آقای خلیلزاد باعث شده که بالاخره اینا آزاد شوند. در کنار از این آل پروسه صلح را میبینین به دلیل ایجاد یک حکومت جدید اسلامی با چالش مواجه است. این مورد را هم آقای خلیلزاد به نمایندگی آمریکایی ها آمده به طالبا وعده داده که یک نظام جدید براتان میسازیم در افغانستان و نامش میمونیم نظام جدید اسلامی، که دید حکومت افغانستانی است که اصل از اون نظام هم امارت است که در سالهای گذشته حاکم بوده. خب ببینید، مسئله افغانستان پیچیده بود، ایره خلیلزاد پیچیده نساخته، خودش پیچیده بود، پیچیده است. یادتان باشه که 1 میلیارد دلار کمک نظامی را کی کم کرد در سر رئیس جمهور غنی؟ بله خب آمریکایی ها اعلام کرد. بله خب این خلیلزاد خود اینقدر خلیلزاد هم رول کلان ندیم، تمام سیاست امریکا خود دستش نبود، نه در وقت بود نه در حال از خلیلزاد. اما لابی میتانه، ذهنیت داده میتانه آقای خلیلزاد؟ ذهنیت ما و شما هم داده میتانیم. امیال ما هم یک انترویو کردیم امروز در اسوسییت پرس، گفتیم که امریکا در کمک بین‌المللی 500 زایی کرده در افغانستان. هر کس میتونه ذهنیت بده، حتی از بیرون ما میتونیم ذهنیت بدیم. ما اینطور نکنیم که بگوییم که کلی چیز در دست خلیلزاد افتاد، ما هیچ چیز کرده نمیتونیم. هر کس میتونه ذهنیت بده امریکا را. اما در آن عموم مقطع پالیسی امریکا، ترامپ میخواست که جنگ خلاص کنه به هر دلیلی که بود، به دلیل انتخاباتی. پامپیو هم به دلیل انتخاباتی و هر دلیلی که بود آمد و فشار آورد سر حکومت کابل، گفت یا صلح یا شورای عالی صلح بسازین، یک میلیارد هم از سرتان کم میکنم از خاطر که تال میدین. یادتان هست یا نه؟ بله. خب این مسئله تنها خلیلزاد نیست، یک پالیسی امریکا بوده. پس آمریکایی ها میخواین که مشکل ایجاد بکنن، میشد راه دیگر سنجیده شد به این موارد؟ امریکا هیچ نمیخواهند مشکل ایجاد کنند. مغز امریکایی است که آسانی ایجاد کنند. میگن ما حالا رفته نیستیم، اگر بر قدرت بودیم آمدیم، بن لادن در اینجا نیافتیم، به گناه خود ما 20 سال ماندیم، 1 تریلیون دلار ما مصرف شد، 140 میلیون دلار ما مصرف کردیم، آخر شامی چیز نشد، ما میریم. چطور از خداحافظی کنیم بریم؟ چی مشکل خلق میکنه؟ حالا خود افغان ها اینمی را نتونستن که
مسیج از سیگنال بگیرن که یاد ما رفته نیستن، ما باید زودتر با هم دیگه بشینیم توافق کنیم و جنگ به کشور خود خاتمه بدیم. تشکر آقای بیژن. خب بایدن وقتی روی کار آمد تعلیق کرد توافق نامه را، گویا و گفت که یک بازنگری میشه این توافق نامه و حتی این گونه گزارش ها هم نشر میشه که تا ماه می نیروهای آمریکایی بیرون نمیشن از افغانستان. باور شما چی است؟ یک تغییر کلی میاره حکومت جدید آمریکا یا نه در توافق نامه که امضا کرده با طالبان؟ چند موضوع هست که بسیار مختصر تماس میگیریم روش. اولی که خب متحدین آمریکا و خود آمریکا در چارچوب ناتو چگونه وارد افغانستان شدن بسیار زیاد روشن است. جامعه جهانی و بالاخره مردم افغانستان این سوال از آمریکایی ها امروز و فردا مطرح میکنن، شما برای چی کار افغانستان رفتین؟ چی کردین؟ دستاوردتون چیست؟ چی برای چی کار رفتین؟ و چی کردینش یک بحث است. فعلا سوال دو سوال است. برای چی رفتین افغانستان؟ و برای چی افغانستان ترک کردین؟ این مسئله بسیار سطحی باش برخورد نشه. هی بار حقوقی به ایجا مطرح میشه. امریکا مکلف و پرداخت غرامت میشه در افغانستان. اینجا امریکا آمده، ما از امریکا نیازی نداریم تشکری و سپاسگزاری بکنیم. امریکا وقتی که برجایش از زد، وقتی که احساس کرد که این تصویر مرگش در افغانستان نمایان هست، امریکا و متحدین امریکا و قدرت‌های جهانی وارد افغانستان شده. حتی یک شمار شهر دارن بالای عادیس 11 حدی اقل ظاهر صحنه این گونه بود. بله. این ما مطالعه هستم، ما در اون بحث ها اشتراک داشتیم. من فقط سر عباد ظاهری قضیه میخوایم بحث بکنم که برای جهان قابل درک است. خب افغانستان، امریکا در اون مرحله وارد افغانستان شد برای که تهدید و حراس متوجهش بود. آمد در اینجا، او برای من بیچاره نیامده، برای سرزمین زخم کشیده و درد کشیده نیامده. او اینجا آمده، یعنی بسیار انتهای گپ شویم، او آمده برای اهداف استراتژیکی را که برایش بیش از نیم قرن تلاش کرده برای حصول امو اهداف استراتژیک خود اینجا آمده. البته با این بس نمیپردازیم چون این بس یک مقدار چیزه. کم باید مکس کنیم. حالا باور دارین که بیرون میشه آمریکایی ها؟ نه، من تا هنوز برای مثلا مطمئن نیستم. ولی آقای فرهادی میگن اینا برای مردم افغانستان میگن ما بیرون شویم، شما بشینین در بینتان جور بیاین، دیگه کار نداریم با کشورتان. چون این وانمود نمیشه. تاریخ آمریکا بسیار جد روشن است. آمریکا بر مبنای کدام دید ایدئولوژیک اینجا نیامده. آمریکا کشور مقتدری است که وظیفه و ارادهش غصب و انحصار منابع اقتصادی بوده. در هر کشوری که رفته به این شکل رفته، یعنی مثل روساوری اینا او را گفتن نمیتونن، اینا بس از اینا فرق میکنه. آمریکا در بیش از 50 سال شما هزینه را که آمریکا برای رسیدن به این جغرافیایی که نامش افغانستان است مصرف کرده میدونین چقدر است، اصلا در حساب نمیگنجه. آمریکا اهداف استراتژیک در اینجا داره، ایران نباید ما نادیده بگیریم و بیرونم نمیشه به ایزونی نباید ایران ما نادیده بگیریم. منتها مشکل ما در این است که مناسبت ها یا جنگ یا رقابت های سنگین وزن جنگ سرد دوباره اوج گرفته. این مثلا برای ما بسیار خسار آور است. فکر میکنید ولی آمریکا یک تغییر کلی میاره؟ ولی آمریکا باید یک کاری بکنه، نه برای افغانستان، برای آنچه که مربوط به حیثیت خودش میشه. آمریکا هیچ جوابی نداره که چگونه در برابر آمریکایی که موقعیتش از لحاظ نظامی سیاسی اقتصادی در جهان معلوم است، با همپیمانانش مثل ناتو که از لحاظ اقتصادی و سیاسی و نظامی و همه گی چیز معلوم است، در برابر یک گروهی که نه جمع نظام دارن، نه نظام دارن، نه یونیفرم دارن، نه نظم دارن، نه هیچ چیز ندارن،
اینا باید پاسخ بگوین که شما در افغانستان رفتین برای تامین امنیت، ولی برعکس در موجودیت شما کل افغانستان آتش گرفت. شما پاسخ بگوین لطفا. شما آرام در ما از اینا مدیون نیستیم. اینا باید از ما مدیون باشن برای که اینا بر اساس ضرورت خودشان، احراز خودشان، بس عقب پرده را میگذاریم. اما تهدیدی که از بابت تروریسم و مواد مخدر متوجه اینا بود، اونم تهدید اینا را کشان به افغانستان. اینا برای ما نیامدن بدون شک. وقفه کوتاه. به ادامه برنامه خوش آمدین. آقای بریماش، خوب یکی مسئله آمدن تغییر است در توافقنامه. مهمی است که حکومت افغانستان چی بکنه که تغییر به نفع حکومت بچرخه. ببینید، ما حکومت را تشویق نمی کنیم که تغییر به نفع حکومت باشه. ما میگیم تغییرات که میایه به نفع ملت باشه، که منافع ملی افغانستان را تامین بکنه. خوب نماینده ملت حکومت است. کلانترین کاری که هست آوردن طالب ها در داخل افغانستان، برگشتشان به یک زندگی عادی و تامین صلح است. بنابراین در این شرایط ما شورای عالی مصالحه را داریم که باید از سر تیوری مصالحه باید از اینا کار بکنن و آمدگی های خیلی خوب را داشته باشن. تمام موارد نظامی و استخباراتی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی را ارزیابی بکنن و مخصوصا روابط منطقه را. همچنان در کنارش ما وزارت دولت در امور صلح داریم که اینا باید از تمام موارد تکنیکی را که در حال حاضر پیش میاد اینا را مطالعه بکنن و یک آمادگی حتی برای حکومت باید از اینا موارد اسناد را ارائه بکنن که ما با این شکل صلح بکنیم، منافع ملی ما تامین میشه. از طرف دیگر دستگاه دیپلماسی ما باید فعال شه. متاسفانه دستگاه ما آنقدر فعال نیست به مرقم که باید است که اینا بروند کشورهای منطقه را و جهان قناعت بدن، همراهشان صحبت بکنن و مخصوصا از همه چیز که است حفظ نظام و هنمی داشته هایی که هست. ولو که ما گفته یکان به چی داریم، میگن قلم داریم و تسبیح داریم و کاغذ داریم و نمیخوایم که به نام صلح یک جنگ شوه و بالاخره ما می قلم و تسبیح و کاغذ خود دست بدم. ما نمیخوایم اینو دست بدیم. بران هر کسی که میایه ما میگیم که چتر در سطح افغانستان بسیار کلان است، در سطح ملت تمام سیاسیون ما، تمام جریان های سیاسی ما میتونن اینا جای شوند و رقابت سالم داشته باشند. به خاطر انتخابات، به خاطر یک چیزی و هر کسی که تلاش میکنه به خاطر گرفتن قدرت در آینده، اینا در یک سلسله میکانیزم های پذیرفته شده جهانی که عبارت از انتخابات است، اینا باید موافقه بکنن و بعد رقابت بکنن که در سطح میدان سیاسی هر کسی که هر جریان سیاسی که ملت افغانستان قناعت داد، ملت افغانستان بر ازو رأی میده. بنابراین نیاز نیست که ما فرد محور باشیم در روند صلح، یا ایست که دیدگاه یک گروه باشه، یا ایست که کسایی به خاطر ماندن در قدرت خود یک سلسله کارا را بکنه و کسایی به خاطر گرفتن قدرت بلان تمام هستی و نیستی مملکت به باد فنا بده. این کار درست نیست. بنابراین اینمی است که تمام سیاسیون، تمام جریان های سیاسی و نظامی در افغانستان باید از فکر کار بگیرن، چون که این خانه خانه مشترک است و فردا ما همه با هم زندگی میکنیم، نه کدام خارجی که بله. در کنار ما باشه. بدون شک ما آمریکایی ها چسبیدن، شاید به زودی ها اجازه نتن که ما تنها زندگی بکنیم. به گفته آقای بیژن، آقای فرهادی، خوب شما صحبت های بیژن صاحب شنیدین، اینا هنوز هم شک دارن، میگن آمریکایی ها به اساس یک استراتژی کلان آمده، ایجا منافع داره و به این زودی هم ممکن بیرون نشه. چی بکنه مردم افغانستان به عنوان جنبندی؟ خب مردم افغانستان کوشش کنن که رابطه با آمریکا بهتر نگاه کنن، برای از اینکه ما هنوز تمام چیزایی که از آمریکا داشته میتونیم به دست نآوردیم. یعنی که ما تقریبا یک 4-5 سال دیگه کمک اقتصادی آمریکا را ضرورت داریم، سردمداری دیپلماتیک آمریکا را ضرورت داریم، برای از اینکه اروپایی‌ها را توجه اقتصادیشون محدود داشته باشه در افغانستان. اگر آمریکا نباشه اروپایی ها بسیار به زودی میرن و به هر صورت ما به آمریکا فعلا قسمی رقم خورده که با آمریکا باید نزدیکتر باشه. اما خب ما کوشش میکنیم، ما منظورم از حکومت افغانستان و یک شمار مردم است. با اصطلاح آمریکایی ها در قصه مردم افغانستان نیست. هر روز میبینین
مردم افغانستان به خاک و خون میغلطن، امریکایی ها در پایگاهشان آرام شیشتن. کوچک واکنششان هم تنها یک توییت در حد یک فرمانده نظامیشان است، در حالی که پیمان امنیتی داره حکومت افغانستان با امریکایی ها. درست است. خب امریکایی ها بعضی چیزهایی از افغان ها خواستن که در حقیقت حکومت افغانستان گوشش خدا بسته گرفته که نمیخواد بشنوه. امریکایی ها یک سال دو سال است که میگن که امرای طالبان مصالحه کنیم. اما در نتیجه یک جنگ کلان بسیار سخت است مصالحه. ما هم سابقه طالب ندارم و ضد طالب دارم، اما باید مصالحه کنیم دیگه، چاره نداریم. بله خیلی سپاسگزار آقای بیژن. کمتر از یک دقیقه، چی باید شوه؟ من مایوس هستم. یک چیز دیگر را میخوایم خدمت شما بگویم، این که طالب ها هم تا هنوز استقلالیت خودشان را به نمایش نگذاشتن. هنوز از نظر مردم افغانستان و جامعه جهانی اینها به عنوان یک لشکر مزدور یا لشکر نیابتی شناسایی میشن. ما با طالب ها گفتیم شما اولین کاری که میکنین نشان بدین که شما واقعا مستقل هستین و شما میتونین تصمیم بگیرین، نه پاکستان، روسیه، عربستان سعودی یا امریکا یا هیچ کجای دیگه برای شما تصمیم گیرنده نیست، خودتان هستین. اونا هم این کار را نکردن، حکومت هم به صلح اراده نداره، امریکا هم گیم خودش را پیش میبره. آدرس مردم است. از ده ها سال ما با مردم گفتیم شما تا بیدار نشین نه صلح نصیبتان میشه و نه این حلقات فاسد از سرنوشتتان دور میشه و نه امریکایی ها دلخواد سوختان. اصلا دلسوخت کردن در سیاست دلیل هیچ منطق نداره. چی بود گفتین؟ مایوس هسته. مایوس به این هستم که مردم بیدار نمیشه. خب بچون مجال داده نمیشه، نه. تظاهرات میشه، مجال به هیچ مردم میشه. دیگه هم کسی مجال نداده. مردم خودش بر اساس زجری که دیدن بیدار شدن، ولی مردم به این بیدار نیستن که اینا تا هنوز وسیله برای قوم فروش ها، برای دزدا و فاسدا، برای جاسوس ها هنوز وسیله هستن. به نام پشتون، تاجیک، هزارا، ازبک، مجاهد، غیر مجاهد، اینا رو روزانه استعمال میکنه مردم، ولی مردم بیدار به این نمیشه که به خاطر سرنوشت خودش هیچ صدا بلند نمیکنه. این بسیار مایوس کننده است. اگه مردم ببینه میگه ما صدا بلند کردیم، وقتی اعتراض کردیم انفجار شد، وقتی به کسی به انتخابات رفتیم اشتراک کردیم تقلب شد، یا هر مورد دیگه. خب انتخابات، خب تو $100 اگه نمی گرفتی برای یک فاسد رای نمی دادی، شاید تو گپام صورت نمی گرفت. ما نقایص باید برملا کنیم تا مردم ما رای خود پیدا بکنه. خیلی سپاسگزار از حضورتان در برنامه امشب بازنگاه. تشکر از همراهی شما همچنان. تا بعد، خدا نگهدار.